تا جوڑو نا کوو ستا بساتنا کوو ستا بساتنا کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندای عزیز السلام علیکم، امیدوارم هر جایی که هستین شاد و سر حال باشین. سرک به مثابه شاهرگ اصلی شهر یکی از نیازمندهای اساسی شهروندان است. از این رو شاروالی کابل کار ساخت و سازی سرک های زیادی را در شهر کابل آغاز کرده که یکی از این سرک ها سرکی است که تازه کارش شاروالی کابل آغاز کرده، سرکی است که از سرک چلستون شروع می شود تا به بازار دیدانا ختم می شود. این سرک بیش از 1 کیلومتر طول داره و در 30 متر عرض، شامل تمام یک جزئیات یک سرک معیاری که هم خطوط بایسکل رو شامل می شود و هم جویچه و پیاده رو ها را. تازه کاری سرک کار تخریب و برداشتن موانع صدرای این سرک آغاز شده. ما هم امروز اینجا آمدیم تا از کار برداشتن موانع سد راه این سرک و آغاز کار این سرک گزارشی برای شما داشته باشیم. امیدوارم تا اخیر ما را همراهی نمایید. بیندای عزیز، انجینیر عبدالمتین حنیف رئیس استملاک شاروالی کابل با خود داریم. از اینا در مورد این پروژه مهم سرکسازی شاروالی کابل میپرسیم. السلام علیکم انجینیر صاحب، خوب هستین؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ډیر مننه ستاسو او ټولو یوادوالو چې نن مو تاسو راغلي یو د یو سرک د انکشافي کارونو او عملی کار د پیل لپاره شاهد یو ان شاء الله. در مورد این پروژه بگین که از کجا شروع میشه و کجا ختم میشه. ظاهرا معلوم میشه که دکانهای زیادی به خاطر کشیدن این سرک تخریب شده، بحث استملاکی چطور میشه؟ د کابل شاروالی د انکشافی پلان مطابق د کابل شار او د کابل شار ترانسپورتي شبکې مطابق د کابل شار کې یو مهم او اساسی او اتصالي سرک چې موږ او تاسو پیلن په دې ځای کې حضور لرو، نوموړی سړک د چلستون ساحه او دارلامان ساحه یا د قصر دارلامان ساحه یو له بل سره نښلوي چې د کابل ښار د ترانسپورټي شبکې لپاره یو له مهمو او اساسي سرکونو څخه شمیرل کیږي. نوموړی سړک د 1438 متره په طول سره 1.5 متره عرض لري، چې نوموړی سړک د یو اساسي برخو چې د یو سړک په جوړولو کې موجود دي، ټول بخښونه به ان شاء الله په انکشافي کارونو کې ترسره کیږي. په نوموړي مسیر کې 116 ملکیتونه تر استملاکي پروسو لاندې دي او د نوموړي سړک متضررینو ته به ان شاء الله او د هغوی حقوق او جبران خساره لکه څنګه چې موږ مخکنی تعهد کړی وو او دا مو په عمل ثابته کړې وه چې ان شاء الله خپل هیوادوالو ته به د هغوی جبران خساره ورکوو. لله الحمد، لکه څنګه چې په 1402 کال کې موږ خپل د هیوادوالو لپاره جبران خساره تادیه کړې ده، د نوموړي سړک لپاره به هم ان شاء الله جبران خساره تادیه کیږي. ان شاء الله د نوموړي سړک د کارونه په همدې کال کې ترسره کیږي او ټول انکشافي کارونه به ترسره کیږي. خپل هیوادوالو ته اطمینان ورکوو ان شاء الله چې کابل شاروالي چې کوم انکشافي پلانونه تطبیقوي، نوموړي انکشافي پلانونه د ټول ښار لپاره، د ټول ښار د بهبود لپاره ډیر مؤثر دي. د ترانسپورت او ترانسپورتي ازدحام د کمبود لپاره یو له مهمو سرکونو څخه دي او له خپل هیوادوالو سره د خپل هیوادوالو څخه غوښتنه لرو چې د خپل دولت او اسلامي امارت سره او د خصوصا د کابل شاروالي سره د انکشافي پروژو په تطبیق کې بغل په بغل ودرېږي او هر اړخیزه همکاري ورسره وکړي. موږ د خپل ټولو هیوادوالو ډیر مشکور یو او خیر دی ویسي هر وخت چې کابل شاروالي د کومو پلانونو تابع نیولې ده، الحمدلله دا غوي تطبیق ترسره کړی دی او ان شاء الله تطبیق به ترسره کړي. انجینر صاحب، بسیاری از کسایی که متضرر شدن به خاطر اینکه دکان ها یا منازل مسکونیشان به خاطر کشیدن سرک در دیگه جای ها تخریب شدن، اونا شکایت داشتن از اینکه
امی پول جبران خسارشون به زودی پرداخت نمیشه، یک ذره زمانگیر میشه. شما به خاطر تسریع روند پرداخت جبران خساره کسایی که متضرر شده کدام اقدامی را روی دست گرفتین یا خیر؟ الحمدلله دا موږ ویلی سو په تیر 1402 کال کې د کابل ښار او د کابل ښاروالۍ چې په استملاکي پروسو کې د هغوی کورونه تللي وه، په حدودو کې د 810 کورونو ته او متضررینو ته په 1402 کال کې کابل ښاروالۍ هغوی ته د هغوی جبران خساره ورکړې ده. الحمدلله دا موږ ویلی سو چې یو ډېر غټ ارقام دي، 810 کورونو ته په حدودو کې تقریبا د 1 میلیارد افغانیو څه کم او زیات په شاوخوا کې هغوی ته د هغوی جبران خساره او حقوق ورسوي دي. یعنی دا الحمدلله زموږ تعهد دی، زموږ د کاري فرصتونو او زموږ د روان دي کاري چې کم دی د استملاکي پروسو په برخه کې ډیر ګړندی دی. یعنی موږ او تاسې دا ارقام مقایسه کولای سو چې 810 کورونو ته او یا جایدادونو ته د هغوی جبران خساره ورکول عادي خبره نه ده. الحمدلله دا زه په اطمینان ټولو هیوادوالو ته وایم چې کابل ښاروالي خپل د انکشافي پلانونو تطبیق لپاره د استملاکي وجوهو لپاره انشاءالله هم مالي ملاتړ لري، او کابل ښاروالي خصوصا کابل ښاروال صاحب انشاءالله د کابل ښار د استملاکي پروسو متضررینو ته یو خاصه توجه لري، او انشاءالله خپل هیوادوالو ته دا اطمینان ورکوو چې دوی خپل کارونه او حقوقي موضوعات تثبیتي هویات تثبیتي ملکیت هر څه ژر ترسره کړي، انشاءالله کابل ښاروالي به په ډېر عاجله توګه د دوی د جبران خسارې غم وخوري انشاءالله. ممنون از شما، سپاس. ډیره مننه ستاسو څخه او ټولو هیوادوالو څخه. بیا هم یو ځل د خپل ټولو هیوادوالو څخه دا تقاضا لرو چې د کابل ښاروالۍ سره هر اړخیز همکاري وکړي، او د استملاکي پروسو په تطبیق کې د حکومت او کابل ښاروالۍ سره څنګ په څنګ ودرېږي، او دا د ټول ملت لپاره یو د خیر ذریعه ده او د پلان د تطبیق یو ډیره اهمه موضوع ده. ډیره مننه له تاسو څخه او د ټولو دوستانو سره، ډیره مننه کوو چې دا په موډي مسیر کې خپل کورونه تخریبات او کارونه د مهاله د سوالي د خبرتیا سره شروع کړي دي. ډیر مننه، سپاس شما. بدر ملنا کو په دې خوشاله خپنې چې د الله رضا ده دې ټول خیر ده. خیر وسې. سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ به خیر باشی. علیکم سلام. سلام مبارکلتون باشه. زنده باشین. خدا معرفی بکنی به بیننده. اسمم جمشید است، باشنده از این منطقه است. یه خانه و دکانی که تخریب شده مربوط شما میشه؟ بله، این دکانای است و خانه است تخریب شده به خاطر سرک، مربوط خود ما میشه. خودت از این بابت ناراحت خونیستی که دکانتان به خاطر ساخت این سرک و احداث این سرک تخریب شده؟ نه خیر، نه خود کار است که خیرش بر کلگی میرسه، و این از حال نبود، از بسیار سابق این پروسه بود دیگه، فعلا تطبیق شد و اسنادای خدا دادیم دیگه، توکل ما به الله. اسنادای چی را دادین؟ اسنادای جبران خساره و کل چیزا را دادیمش، تسلیم کردیم. تا فعلا دیگه خرابی روان است دیگه، معلوم نیست که چی وقت اجازه آباتی را میته و خساره ما را میپردازه، تا فعلا معلوم نیست. این تخریب خودتان شروع کردین یا از طرف ښاروالۍ کابل است؟ این تخریب بر ما پارچه داد که دکانا و خانه را تخلیه کنیم، چون که نقدر اینجا ذکر کرده که مساحتش میره، ما گفتیم بیا که تخته و گادر این چیزای خود خود بکشیم. همونطور که ښاروالۍ کابل میگه کسایی که خودشان تخریب میکنن مواد ساختمانی مربوطی خودشان، وقتی خودش کسایی که سلنگاری میکنه دیگه، وقتی ښاروالۍ کابل تخریب شروع میکنه، بله میبرش، باز دیگه چیزام نمیمونه. حداقل ما مینایسی شهروند، مینایسی باشنده کابل، باید خود ما همکاری داشته باشیم، چرا که سرک مربوط ما و شما میشه، نه از ښاروالۍ کل مربوط کل ما میشی، باید کل ما همکاری کنیم و همکاری از یارم میخوایم از دولت خوده که قدم همکاری کنه، به خاطر از خانه ما خراب میشه، اجازه بده که یک جای که یک دیوال یک چیز جور کنیم که ما یک سرپناه پیدا کنیم، دکانم رفت، خانم رفت، و اعلام که کوشش کنیم که ما یک دیوال میوال کنیم که ما زندگی خود بسازیم. نه خوبه شکل نمیشه دیگه، حتما کارای چیش اجازه میده با شما که شما دوباره ساختمان بکنید. ممنون از شما، سپاس. تشکر از شما، خواهش می ویني د زړه درکو تا ته هر څه درکو. السلام علیکم آجی صاحب، خوب هستین؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشین آجی صاحب، خود معرفی بکنیم به بیننده. نه من حمید الله جمشیدی، ولد ملا فقیر ولایت کاپیسا. کجا زندگی میکنین فعلا؟ دیدنه زندگی میکنیم کوچه حمام.
اینا شهرولی کابل بخیر کار یکی دیگه سرکار شروع کرد، کار ساخت شد. شما مینیسی یک شهروند، مینیسی کسی که از این مسیر رفت و آمد میکنین، چقدر خوش شدین؟ والا بسیار خوش شدیم، مکه خوش شدیم و از اندازه زیادی آبادی وطن ما و شما است. بسیار خوب است، بسیار خوب شد، خوشحال هستیم، ما بسیار خوشحال هستیم. ای که میبینین که شهرولی کابل در هر نقطه شهر کابل سرک میسازه، پل میسازه، کوچه ها را کانکریت میکنه. شما مینیس یک شهروند، نظرتون در مورد فعالیت های شهرولی کابل چی است؟ بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوشحال هستیم مردم، بسیار خوب است. شهرولی کار میکنه؟ میکنه، بالکل بالکل کار میکنه، بسیار فعالیت زیاد میکنن، میکنن کار. شهرولی خو سرک میسازه، شما مینیس یک شهروند چقدر آمادگی همکاری را دارین در قسمت محافظت و مراقبت از سرک؟ آماده هستین که شهرولی را همکاری بکنین؟ انشالله. سپاس از شما، تشکر. خیر ببینید، سلامت باشین، خدا حافظت. خیر باشین، سلامت. دزر در کو تا تهر ز در کو درد یوزمن وطنا. سلام علیکم مجید، خوب است؟ علیکم برادر، صحت شما خوب است؟ جان شما جور، خیر خیرت، خوش آمدین به منطقه ما. سلامت باشین، خوش باشین. خدا معرفی بکنیم به بیننده. اسم ما توری علی عبدالرحیم زای، نماینده امی منطقه هستم. زندگی هم نمی منطقه؟ بله، مدت 45 سال میشه در این موقعیت ما زندگی میکنم. منایسی یک کسی که در این منطقه زندگی میکنی، کاری ساختی سرک شهرولی کابل آغاز کرده، چقدر خوشحال شدی؟ ما بسیار خوشحال هستم. ما چشم برای همین وقت بودیم. ما در سال 1357 در این منطقه آمدیم، گفتن که سرک تحت پلان دولت است، سرک کلان میشه. از سال 57 تا همین لحظه ما چشم برای همین روز بودیم که بخیر سرک کلان شد، بخاطر که سرک بسیار تنگ است، حادثه هر وقت زیاد میشد. حال ما یکقدر خوش هستم که حتی گفتن نمیتونم از خوشی که چی بگویم بر شما. از خوشی در لباس نمی گنجی؟ بله. بسیار خوب. شهرولی کابل خوی نبخیر کار سرک آغاز کرد. بله. شما مینیسی باشنده این منطقه، چقدر آمادگی دارین با همسایه و کسایی که دکان دارن در اینجا، حداقل در قسمت نظافت و پاکی و سرسبزی سرک شهرولی کابل همکاری بکنین؟ ما تا پای جان استاده هستیم، منطقه ماست، محیط ماست، ما خوش میشیم که سرسبز باشد. نظافت جز ایمان است. ما هم من حیث نماینده همین محل از روزی که نقشه در این ساعت تطبیق شده، ما که وکیل صاحب گذر 29 انجینر صاحب قادر همراه کارمندای نایه همکاری دارم و همیشه در خدمت مردم خود و نایه و وکیل خود بودیم. از این که میبینین شهرولی کابل در نقطه نقطه شهر کابل کار میکنه، قضاوتتان منعیس یک شهروند درباره اداره شهرولی کابل چی است؟ ما شخصا اول جناب شهروال صاحب سپاسگزاری میکنم، دوم از شخص غفوری صاحب رئیس صاحب نایه هفت که آدم بسیار کارکن از بسیار سعی تلاش زیاد، در خصوصا در از وقتی که دمی نایه هفتم آمده بسیار در حساب نظافت و صفایی نایه هفتم بسیار کوشاست، بسیار کوشش میکنه. ما اولتر از جناب غفوری صاحب تشکر میکنم و از جناب شهروال صاحب همچنان. ما امیدوار هستیم که همین تخریبی که صورت گرفته به زودترین فرصت کار آغاز شود، به خاطر از اینکه اینجا پیاده روا همگی مسدود شده، سرک تنگ است، احتمال هر روز حادثه است که باید این سرک حادثه صورت بگیره. بیننده عزیز، همونطوری که شما در تصویر مشاهده میکنین، در دو طرف این سرک دکانهای زیادی وجود داشت که تخریب شده به خاطر احداث این سرک. شهرولی کابل جبران خساره میکنه و کسایی که متضرر شدن پولش هم میپردازه، از یک طرف قضیه. دیگر هر کاری را که کار ساخت سرک باشه یا ساخت پل باشه، کوچه باشه، زمانی که شهرولی کابل کارش آغاز میکنه، کار بسیار با جدیت دنبال میکنه. همونطوری که شما میبینین خانه ها و دکان هایی که صد رای این سرک قرار داشت همگی تخریب شده و یک قسمت هایش هنوز باقی مانده که بخیر بعد از تکمیل شدنی این بخش کار، کارهای اساسی سرک آغاز میشه و این سرک هم بسیار به زودی ساخته و در خدمت شهروندان قرار میگیره. السلام علیکم آقای صاحب، خوب هستین؟ و علیکم السلام محترم، سلامت باشین، خدا معرفی بکنیم به بیننده.
اسم دکتر بتنان کریم الله روفیس، اضافه از 20 سال میشه که من صاحب فعالیت دارم و چشم دید خواهد که ما براتون بگم در مدت 20 سال البته سرک جور میشه فعلا یک اقدام نیکی کردن بخاطر اینکه چون سرک کوچک بوده که ازدحام وسایط نقلیه به نهایت زیاد بوده و در طول مدت 20 سال ما چشم دید خواهد براتون میگم که 3 نفر از 6 متسکل والا بوده جام شهادت نوشیده به خاطر کمرز بودن این سرک؟ بله کمرز بودن این سرک، ولی چون امارات اسلامی که اقدام کرده یک اقدام نیک است و یک جوان ما 3 نفر جوان ما که در این راستا شهید شده به اثر تنگ بودن سرک این یک اقدام نیک است، بسیار کار خوب شده ما در آینده این تلفات جانی نخواهد بود انشاءالله. آجی صاحب همونطور که میبینید کاری ساختی سرک هم شاروالی کابل آغاز کرده، همین لحظه میبینید کار شروع شده، چی احساس دارین؟ ما احساس خرسندی به این میکنیم که وطن ما جور میشه، که زیبایی به خصوصی به خود پیدا میکنه، مارکت های جدید جور میشه، این دکان های قدیمی که از زمان سلطنت زارشاه باقی مانده یه از بین میره، یک مارکت های جدید با سیستم جدید خوب جور میشه، ما بسیار خوش هستیم از اقدام حکومت امارات اسلامی. نظرتون منعیس یک شهروند در مورد فعالیت ها و کارکردهای شهروالی کابل چی است؟ این اداره از نظر شما کارایش چطور قضاوت میکنیم؟ این اداره کارایشون بسیار مفید است در هر جا، نه تنها اینجا، در تمام نواحی شهر کابل اینا فعالیت دارن، سرک ها بعض جایی که وسطش کم بوده وسط پیدا کرده و وسایط نقلیه ما به خوبی عبور میکنن و جلوگیری از تصادم و مثلا بعضی حادثات ترافیکی شده، بسیار خوب است. شهروالی کابل خود زحمت خود کشید سرکا را میسازه و ساخته، شما منعیس یک شهروند چقدر آماده هستین حدی اقل با کسایی که از شما خورد است جوان هستند در قسمت محافظت و مراقبت از سرک، چقدر آماده هستین که به اونا گوش زد بکنین حداقل بفهمانین که شهروالی کابل همکاری بکنه در قسمت مراقبت از سرک؟ خوی وظیفه هر شهروند افغانستان نه تنها کابل، در مجموع مملکت ما وظیفه‌ش است که همکار با حکومت خود باشیم، همکار با شهروالی بالخصوص باشیم در قسمت صفایی، در قسمت تنظیفش بسیار باید کوشا باشیم، به خاطر اینکه این تنها وظیفه شهروالی باز وظیفه هر شهروندی که در این شهر زندگی میکنه، من سیستم شهرونداری رو باید بفهمم، مثلا کثافات به جای نگذارم، کثافات در کثافدانی بندازم، نه این طور نکنم که بوتل بیرون روی سرک پرتم. وظیفه شهروندی خود انجام بدن. سپاس از شما آجی صاحب، سلامت باشید. تشکر از شما آنسه، بخیر باشین. بخیر باشین. بینندای عزیز، شهروالی کابل خود زحمت خود میکشن، سرک ها و کوچه و پس کوچه های کابل یکی پای دیگه میسازه و پخته میسازن. شهروالی کابل وظیفه خود انجام میده، این وظیفه شهروندان است، وظیفه کسایی هستند که در مسیر این سرک ها و کوچه های ساخته شده زندگی میکنند. باید وظیفه شهروندی خود ادا بکنند، در قسمت محافظت و مراقبت از سرک های ساخته شده شهروالی کابل همکاری بکنند. این سرک اتصالی که از قسمت باغ چلستون شروع میشه و تا بازار دیدانا که بیش از 1 کیلومتر طول داره ساخته میشه، یکی از سرک هایی است که بنابر نیاز و ضرورت باشنده هایی که در قسمت در این منطقه زندگی میکردن ساخته شده و شهروالی کابل کارش روی دست گرفت. شهروالی کابل همونطور که تعهد کرده کوچه و پس کوچه های کابل را میسازه، با وعده خود عمل کرده و بخش ها یا قسمت های کابل یکی پای دیگر ساخته رایست. بینندگان عزیز، این بود برنامه امروز ما، تا برنامه بعد خدا یار و نگهدارتون، موفق و سربلند باشید. بینید زړه درکو تا هر څه درکو.